با عرض سلام خدمت دانش آموزان عزیز، امیدوارم که حالتون همیشه خوب باشه. من آقازاده هستم، دبیر هندسه. امروز میخواییم درس اول از فصل سوم پایه 11 رو خدمت شما ارائه کنیم. انشالله که کمکی باشه براتون. قسمت اول فصل یادآوری از رابطه طولی در مثلث قائم الزاویه رو بیان کرده که ما حالا خلاصه وار میگیم. اگر در مثلث قائم الزاویه ارتفاع وارد دعوته رو رسم کنیم، تو هندسه دهم یاد گرفتیم که این مثلث‌ها با هم متشابه میشن، یعنی مثلث آ به هاش، آ سه هاش و آ به سه با هم دیگه متشابه. از تشابه این استفاده میکنیم. اگر مثلث آ به هاش در نظر بگیریم و مثلث آ سه هاش متشابه است، تناسب اضلاعشون میشه آ هاش بر روی به هاش مساوی با سه هاش بر روی آ هاش، که با طرفین وسطه متوجه شدیم آ هاش دو مساوی به هاش در سه هاش. رابطه بعدیمون مثلث آبه‌هاش اگر متشابه باشه با مثلث آبه‌سه، تناسب اضلاعش به این صورت میشه که آبه بر روی به‌هاش مساوی به‌سه بر روی آبه، که با طرف این وسطه این متوجه میشیم آبه دو مساوی با به‌هاش ضرب در به‌سه. رابطه بعدی به همین ترتیب دوباره مثلث آسه‌هاش رو متشابه میگیریم و مثلث آبسه تناسب اضلاع می‌نویسیم، نتیجه میگیریم که آسه بر روی سه‌هاش مساویه با بسه بر روی آسه، که با طرف وسطه این هم متوجه میشیم آسه دو مساویه با سه‌های زدن بسه، که اگر رابطه دو سه رو با هم جمع کنیم میشه آبه دو بر روی آسه دو مساویه با یه فاکتور گیری نتیجه میگیریم میشه بسه دو، که رابطه فیثاغورس هست. و رابطه آخر مساحت مثلث آبسه مساوی میشه با یک دوم ارتفاع در قاعده، که میشه آهای زد در بسه، چون مثلث قائم الزاویه است میشه یک دوم آبه در آسه، که این یک دوم ساده میشن. به رابطه آخر میرسیم که آهای زد در بسه مساویه با آبه زد در آسه، که این پنج رابطه میشه روابط طولی در مثلث قائم الزاویه که گفتیم باید حفظ باشید. اول فصل هم اومده به شما دوباره یادآوری کرده که اینا رو باید بلد بشید و ازشون استفاده خواهیم کرد. نکته بعدی مطلبی که هست، در هر مثلث قائم الزاویه نسبت اندازه هر ضلع به سینوس زاویه روبروش یه مقدار ثابتیه، که اون مقدار ثابت میشه وتر. دلیلش میدونیم در مثلث قائم الزاویه سینوس میشه اندازه ضلع مقابل تقسیم بر وتر، که اگر این ضلع بی و سی و آ رو در نظر بگیریم سینوس بی چی میشه؟ میشه ضلع مقابل به وتر. اینجا نتیجه میگیریم به بر روی سینوس به مساوی میشه با آ. به همین ترتیب سینوس سی میشه آ بر روی ببخشید سی بر روی آ، که نتیجه میگیریم سی بر روی سینوس سی مساوی میشه با آ. و سینوس آ که سینوس 90 درجه ماست و سینوس 90 درجه میدونیم یکه، پس نسبت آ به سینوس آ مساوی میشه با آ. از این ستا رابطه نتیجه میگیریم که همواره در مثلث قائم الزاویه نسبت ب به سینوس ب مساوی سی به سینوس سی مساوی آ به سینوس آ مساوی آ. این فقط در مثلث قائم الزاویه که اثبات کردیم این رابطه آ به بر روی سینوس ب سی بر روی سینوس سی مساوی آ بر روی سینوس آ. نکته بعدی میگه در هر مثلث قائم الزاویه نسبت اندازه هر ضلع سینوس زاویه روبروش برابر با قطر دایره محیطی مثلث. دلیلش چیه؟ میدونیم اگر یه مثلث قائم الزاویه داخل دایره قرار محاط شه، چون زاویه آن 90 درجه است، پس کمان بعثه میشه 180 درجه، پس قطر همون وتر باشه، یعنی وتر بعثه همون قطر هم است، پس آ مساویه با دو آله. طبق نکته ای که به شما گفتیم نتیجه میگیریم که در هر مثلث قائم الزاویه نسبت آ به سینوس آ مساویه ب به سینوس ب مساویه سی به سینوس سی مساویه دو آر، که آر شعاع دایره محیطی مثلث میشه. این رشته هم قضیه سینوس ها، فقط این اثباتش در مثلث قائم الزاویه است. ما باید اثباتش رو در تمام مثلث ها بلد باشیم که بعد از این به صورت قضیه خواهیم گفت.
پس در هر مثلث قائم الزاویه نسبت اندازه هر ضرب سینوس زاویه روبروش برابر با وتر مثلثه که وتر مثلث همون قطر دایره محیطی مثلثه. پس آ به سینوس آ مساوی ب به سینوس ب مساوی سی به سینوس سی مساوی دو آ قطر دایره محیطی مثلث. این برای مثلث قائم الزاویه. حالا قضیه مهمی که این قسمت هست که ما باید در تمام مثلث‌ها اینو اثبات کنیم به این صورتی که در هر مثلث آبرسه میخواییم ثابت کنیم که آ بر روی سینوس آ مساویه با بی بر روی سینوس بی مساویه سی بر روی سینوس سی مساویه دو آ. خب ما در مثلث مهم الزاویه ثابت کردیم، الان در مثلث حاد الزاویه و منفرج الزاویه هم اینو ثابت میکنیم. قضیه خیلی مهمیه، امتحان پایان ترم حتما یا قضیه داده خواهد شد به صورت سوال یا مثال دیدن که باید جاگذاری کنی یا مقدارش رو به دست بیاری. حالا قضیه رو اثباتی الان مثالش هم با هم دیگه بررسی میکنم. اگر زاویه آ حاده باشه، یه مثلث مختلف و لازبه آ به سه داریم، در آخر مثلث محاد شده، میخواییم قضیه رو ثابت کنیم. میایم از ب یا سه قطر دایره رو رسم کنیم. شما اگر از ب قطر دایره رو رسم کنید به سی رسم کنید، دو تا زاویه آ و ام با هم برابر خواهند شد. دلیلش اینه که اینا دو تا زاویه محاطی روبرو به یک کمونن. از زاویه آ مساوی زاویه ام مساوی ب سه دوم. اینا زاویه های محاطی هستند. وقتی دو تا زاویه برابر باشن سینوس هاشون هم با هم برابر، یعنی سینوس ها مساوی سینوس ام. این رو به طبع زاویه سی در مثلث دی ام سی یه زاویه قائم است. دلیلش یه زاویه محاطی روبرو به قطره، پس این 90 درجه خواهد شد. پس زاویه سی میشه بی ام دوم که میشه 180 دوم مساوی 90. پس مثلث دی ام سی مثلث قائم الزاویه است. سینوس در مثلث قائم الزاویه میشه ضلع مقابل به وتر. ما میخوایم سینوس ام رو حساب کنیم، ضلع مقابل به سه یا همون آ، وترمون هم بی ام همون دو آ میشه. پس نتیجه بگیم سینوس ام هم مساوی میشه با آ بر روی دو آ. از دو تا رابطه ای که شماره گذاری کردم نتیجه میگیریم سینوس آ مساوی با آ بر روی دو آ، که از این هم نتیجه میگیریم آ بر روی سینوس آ مساوی دو آ. ما میتونیم به همین ترتیب، یعنی اگر بوت رو از آ رسم کنیم یا از سی رسم کنیم، ثابت کنیم که نسبت ب به سینوس ب و سی به سینوس سی هم مساوی دو آ. چون بعدش اثباتش یکی هستن احتیاج نیست بنویسیم، از به همین ترتیب استفاده میکنیم. به همین ترتیب نتیجه میگیریم که آ بر روی سینوس آ مساوی دو آ، ب بر روی سینوس ب مساوی دو آ، سی بر روی سینوس سی هم مساوی دو آ. پس همه اینا با هم مساوی میشن و قضیه سینوس ها اثبات میشن. این برای وقتیه که زاویه آ حاده باشه. حالا اگر به آ منفرج باشه، قسمت به آ بیشتر از 90 باشه. یه نکته خیلی مهم بگم که اگر این قضیه در امتحان ترم اومد هر دو قسمت باید نوشته بشه، مگر اینکه خود سوال از شما بخواد که زاویه آ حاده باشه یا منفرج باشه. اگر نخواد هر دو قسمت رو باید بنویسید، اگر ننویسید هر قسمت رو نمره اون قسمت رو بهتون نخواهد. اگر آ منفرج باشه و مثلث آبرسه داخل دایره محاط شه، این نقطه دلخواه آپریم رو تو کم رو کمان برسه انتخاب میکنیم. نقطه دلخواه آپریم را روی کمان بسه انتخاب میکنیم. این چهارزگی محاطیه. نتیجه میگیریم دو تا زاویه آ و آپریم مکملن، چون فصل اول خوندیم در چهارزگی محاطی زوایای روبرو چی هستند؟ مکمل. پس می‌نویسیم چون چهارزلی آ به آ پریم سی محاطیه، در نتیجه آ به علاوه آ پریم مساوی 100 میشه.
اینکه این دوتا زاویه مکمل همن دو تا نکته خیلی مهم میفهمیم. اول سینوس هاشون با هم برابر و سینوس زاویه ها مساوی سینوس زاویه ها پریم. ثانیاً وقتی آی ما منفرجه باشه نتیجه میگیریم زاویه آ پریم ما حاده خواهد شد، چون مکمل هم میگن جمعشون 180ه، اگر آ منفرجه باشه آ پریم میشه کمتر از. حالا میگیم مثلث آ پریم به سه طبق الف، چون آ پریم کمتر از 90ه میتونیم از الف استفاده کنیم. طبق الف نتیجه میگیریم که نسبت آ بر روی سینوس آ پریم مساوی دو آ و طبق یک میفهمیم چون سینوس آ با سینوس آ پریم برابره میتونیم اینجا به جای سینوس آ پریم بزنیم سینوس آ و به حکم برسیم، نتیجه میگیم که آ بر روی سینوس آ هم مساوی دو آ و به همین ترتیب بی بر روی سینوس بی مساوی دو آ و سی بر روی سینوس سی هم مساوی دو آر و میفهمیم که همیشه این رابطه برقراره، که این قضیه به قضیه سینوس ها معروفه. بازم بگم در امتحان پایان ترم هر دو قسمت باید نوشته بشه. پس ما در مثلث قائم الزاویه اثبات کردیم این قضیه رو، در مثلث حاد الزاویه و در مثلث منفرج الزاویه هم ثابت کردیم که این رابطه همیشه برقراره و به قضیه سینوس ها معروفه. یه چند تا مثال حل کنیم. مثالی که داخل کتابتون گفته شده، البته ما برای جلسه آینده نمونه سوال و نمونه تست مربوط به قضیه سینوس ها هم حل خواهیم کرد. امروز فقط مطالب کتاب درسی رو میگیم. البته یه سری از همکارا تو مدارس ممکنه گفته باشم و برای یادآوری دوره کردن گفتیم، من خودم این درس رو سر کلاس رو گفتم ولی برای یادآوری بعدش دوباره بگیم، بچه ها گوش کنن و بفهم. پس قضیه سینوس ها آ بر روی سینوس آ مساوی بی بر روی سینوس بی مساوی سی بر روی سینوس سی مساوی با قطر دایره محیطی مثلث. اولین مثالی که میخوایم حل کنیم، در یه مثلث ABC اندازه ضلع برسه رو داده 10، زاویه آ رو داده 120 درجه و ضلع AC رو داده 10 رادیکال 6 سوم. اگر اشتباه نکنم 10 رادیکال 6 سوم. از ما شعاع دایره محیطی و مثلث خواسته و زوایای بی و سی هم گفته حساب کن. پس شعاع دایره محیطی، زوایای بی و سی. خب طبق قضیه سینوس ها که این بالا نوشتیم، برای اینکه شعاع دایره محیطی رو به دست بیاریم میدونیم آ بر روی سینوس آ مساوی با دو آر. پس نتیجه میگیریم آ کم و ضلع به اسه میشه 10 بر روی سینوس 120 مساوی با دو آر. سینوس 120 از رادیکال 3 دوم که از اینجا آر ما مساوی میشه با 10 رادیکال 3 سوم. این شعاع دایره محیطی مثلث است. برای اینکه زوایای بی و سی رو به دست بیاریم از قسمت اول قضیه سینوس ها استفاده میکنیم، یا میتونیم همین بی بر روی سینوس به مساوی دو آر رو بنویسیم چون آر رو دیگه به دست آوردیم، یا میتونیم از همین قسمت حساب رو، فرق نمیکنه هر کدوم بنویسید درسته. اگر از شعاع استفاده کنیم بهتره. بی بر روی سینوس به مساوی دو آره، نتیجه میگیریم بی مون هست 10 رادیکال 6 سوم بر روی سینوس به مساوی با 10 رادیکال 3 سوم. که اگر اینا رو ساده کنیم اندازه سینوس به میشه رادیکال 2 دوم که زاویه به ما یا 45 درجه است یا 135 درجه، که زاویه 135 درجه غیر قابل قبول میشه. دلیلش اینه که چون زاویه آ 120 زاویه به دیگه نمیتونه 135 باشه، مجموع زوایای داخلی مثلث بالای 180 خواهد شد. حتما تو تست دقت کنید دو تا جواب رو در نظر بگیرید. بعضی ما تو تست هر دلی که شما میده جوریه که هر دو تا جواب ممکنه برقرار بشه. حالا اگر زاویه به 45 درجه باشه زاویه سی چند درجه خواهد شد؟ زاویه آ 120 بی 45 جمعش میشه 165 و زاویه سی میشه 15 درجه. بازم تکرار کنم برای
تست حتما حواستون باشه که هر دو حالت رو در نظر بگیرید. ممکنه اندازه زاویه آجوری باشه که هر دوتا جواب باشه، بعد برای زاویه سی هم دوتا مقدار به دست میاد. خیلی حواستون جمع باشه برای تست. یه مثال دیگه هم کتاب زده که حالا بخواد بگم مثلا کاربرد قضیه سینوس ها در راه سازی، در جاده سازی، در زندگی، حالا در مورد پل سازی نه هست. یه مثال دیگه هم زده که خیابونایی رو به این صورت گفته میخوایم یه خیابونی بسازیم به طول 800 متر با خیابونی که فرعی که داریم یه زاویه 45 درجه بسازه و بلوار اصلی که داریم زاویه 60 درجه بسازه. گفته این خیابونی که به طول 800 متر میخوایم بسازیم در چند متری این خیابون فرعی قرار بگیره، یعنی از ما اینو میخواد. یک بار دیگه مثال رو بگم، یه خیابون فرعی به یه بلوار اصلی وصله، میخواییم یه خیابونی به طول 800 متر بسازیم که با خیابون فرعی زاویه 45 درجه بسازه. خیابون فرعی هم با خود بلوار زاویه 60 درجه داره، باید در چه فاصله ای از این زاویه 60 درجه این خیابونو بسازیم که خیلی راحت میشه با یه قضیه سینوس ها این فاصله رو پیدا کرد که میشه 800 بر روی سینوس 60 مساوی x بر روی سینوس 45. زاویه سوم هم البته خاصه که میتونیم هم مثلا 80 چند کم کنیم این دو تا زاویه رو با به دست بیاد که 75 درجه خواهد شد. اینو اگر بخوایم ساده کنیم سینوس 60 رادیکال 3 دوم و سینوس 45 درجه رادیکال 2 دوم که x شما میشه 800 رادیکال 2 برمی رادیکال 3 که میتونیم گویاش هم بکنیم یا به صورت اعشاری تقریبی بنویسیم. این دو تا مثالی که در متن درس گفته شده. دو تا تمرین هم تو تمرین‌های آخر درس هست که الان با هم دیگه بررسی می‌کنیم. این دو تا تمرین درس کتاب تموم میشه، یعنی مطالبی که تو قضیه سینوس در کتاب گفته شده در همین حد، ولی گفتم ما مطالب زیادتری نداریم، مثال‌های زیادتری حل کنیم، تست‌های بیشتری حل کنیم. حالا دانش آموزای عزیز میتونن کتاب تستایی که در اختیارشون هست، حالا چه کتابای نام به نبرید، یعنی معلمتون کتابایی که معرفی کردن رو میتونید به قسمت درس اول فصل سوم و تستاشو دیگه با هم دیگه حل کنید یا جواباش هم هست میتونید بررسی کنید و دوره کنید به دردتون. مثالی که هست اولین تمرین که هست گفته این مثلث قائم زاویه آبسه این فرمول رو ثابت کنید، یک برای به دو برای یک برای سه دو مثلا یک برای چه آدو. این وقتیه که زاویه آ ما قائم باشه، یعنی مثلث در زاویه آ قائم باشه، این فرمول رو میتونیم ثابتش کنیم. خب ببینیم برای اثباتش، یک بر روی به دو بر روی یک بر روی سه دو یا مخرج مشترک بگیریم به این صورت میشه، میشه به دو سه دو سه دو بر روی به دو. میدونیم سه دو بر روی به دو میشه چی؟ آدو، چون مثلث ما قائم زاویه در زاویه آ یه قضیه فیثاغورس، پس یه رابطه طولی الان اینجا استفاده شد به دو برای سه دو میشه آدو. یه رابطه دیگه هم این بودی که رابطه پنجمی که ثابت کردیم آ در اچ آ مساوی ب ضرب در سه، چون در مثلث قائم زاویه میدونیم اینا رو تقسیم بر دو کنیم میشه مساوی. این اگر آ باشه بی سی این هم اچ آ، اچ آ ضرب در آ تقسیم بر دو مساحت مثلث، بی ضرب در سی تقسیم بر دو مساحت مثلث. خب ما به جای مخرج به دو سه دو آ دو اچ آ دو قرار میدیم، پس مساوی میشه با آ دو بر روی آ دو اچ آ دو که این آ دو با هم ساده میشن و به حکم میرسیم. پس در هر مثلث قائم زاویه که آ 90 درجه باشه همیشه نسبت یک برای به دو برای یک برای سه دو مساوی میشه یک برای اچ آ دو اگر آ قائم باشه. مثال بعدی که کتاب گفته، گفته دو تا ایستگاه رادیویی داریم در فاصله 20 کیلومتری از هم به شکل در فاصله 20 کیلومتری از هم دوتا ایستگاه رادیویی است که یه هواپیمایی رو رصد میکنن که یکی از ایستگاه با زاویه 30 درجه و ایستگاه بعدی با زاویه 45 درجه. گفته این هواپیما با هر کدوم از این ایستگاه چند کیلومتر فاصله داره که از ما مثلا اندازه x و y
خواسته. خب این زاویه 30 درجه، این زاویه 45 درجه، چون مجموع زوایای داخلی مثلث 180 درجه است، پس این زاویه میشه 105. خب مو عزیزانی که دادن حالا تصاویر میکنن سینوس زاویه 105 درجه رو باید بلد باشن. اگر هم بلد نیستن میتونن حساب کنن، همون سینوس 75 درجه است که میشه سینوس 30 برای 45 درجه، و طبق فرمولایی که تو حسابانتون هست میتونید به دست بیارید. ولی خب من چون حفظم یه استفاده میکنم، سینوس 105 درجه میشه رادیکال 6 برای رادیکال 2 4. احتمالا میدن بهتون، اگر هم ندادن چون تو حسابان خوندید دیگه میتونید ازش استفاده کنید. سینوس 15 درجه هم باید بلد باشید، خیلی استفاده میشه، اون میشه رادیکال 6 منهای رادیکال 2 4. یه قضیه سینوس ها مینویسیم، آ بر روی سینوس آ مساوی ب بر روی سینوس ب، پس میشه 20 تقسیم بر سینوس 105 مساوی x بر روی سینوس 45. که جا گذاری اگر کنیم این میشه رادیکال 6 به علاوه رادیکال 2 4، این هم میشه رادیکال 2 2 که اگر ساده کنیم مقدار x شما میشه 40 رادیکال 2 بر روی رادیکال 6 به علاوه رادیکال 2، که اگر بخوایم مویش کنیم ضرب رادیکال 6 منهای رادیکال 2 و تقسیم بر رادیکال 6 منهای رادیکال 2 میکنیم و گویا میکنیم و مقدارش به دست میاد. حالا اگر در امتحان به صورت ارشادی تعمیمی بنویسید اشکالی نداره، یا به همین صورت کسری بنویسید یا رادیکالی بنویسید به نظر من اشکالی نداره، چون راه حل مهمه که باید بلد باشید. برای این بگم به همین ترتیب میشه به دست آورد، میشه 20 بر روی رادیکال 6 بر روی رادیکال 2 4 مساوی با ایگره بر روی 1 2 سینوس 30 درجه، که اینم ساده میکنیم مقدار ایگره که شما به دست میاد میشه 40 بر روی رادیکال 6 بر روی رادیکال 2، که اینم میتونیم دوباره گویا کنیم یا به همون صورت بذاریم و مقدار x رو به دست بیاریم. این مطالبی بود که در کتاب درسیتون در درس اول فصل سوم گفته شده، که من تمام چیزایی که داخل کتاب بود رو بهتون گفتم. ایشالله برای جلسه بعدی سوالات خارج از کتاب و تست هایی که مربوط به این آقایی ذره چالشی هست رو با هم دیگه بررسی میکنیم. موفق باشید، انشاءالله همیشه خودتون خانوادتون سالم باشید. ممنونم، خدا نگهدار. سلام عرض میکنم خدمت تمام دانش آموزان کوشا با استعداد پایه 11 در مجتمع علوم طباطبایی. امروز در خدمتتون هستیم تا انشاءالله فصل سوم کتاب شیمی 11 با عنوان پوشاک نیازی پایان ناپذیر رو براتون تدریس کنیم. امیدوارم که این تدریس براتون مفید باشه و انشاءالله این روزهای سخت رو به خوبی بگذرونید و در کنار خانواده در صحت و سلامت به سر ببرید. همونطور که عنوان کردم این فصل عنوانش هست پوشاک نیازی پایان ناپذیر. انسان ها از بعد به تولد به دنبال این بودن که پوششی برای خودشون درست بکنن. انسان های اولیه با تجربیاتی که آروم آروم پیدا کردن تونستن با استفاده از پشم، پوست و موی حیوانات برای خودشون پوشش هایی رو تهیه بکنن. با گذشت زمان انسان ها یواش یواش از بافت های گیاهی هم استفاده کردن برای تهیه پوشاک. اما با رشد و گسترش جمعیت انسان‌ها و پیشرفت جوامع بشری، صنعت پوشاک به عنوان یک صنعت مهم قرارداد شد و ما در واقع می‌خوایم در این فصل بفهمیم که دانش شیمی در قلمروی صنعت پوشاک چه کارهایی می‌تونه بکنه و چه کمک‌هایی رو می‌تونه به این صنعت انجام بده. همونطور که خدمتتون عرض کردم، انسان‌ها همواره در طول تاریخ به دنبال تهیه لباس بودن. اما در واقع لباس فقط به عنوان یک پوشش برای انسان‌ها نیست، بلکه نقش مهمی در تمدن‌های بشری داشته.
به خاطر اینکه نوع پوشاک نشون میده که یک قوم یا قبیله دارای چه هنرهایی در زمینه صنایع دستی هستن، چه هنرهایی در زمینه طراحی داشتن و حتی لباس نشون دهنده در واقع آداب و رسوم اون قوم هم میتونه باشه. پس به این نکته دقت بکنید که لباس یا پوشش نقش مهمی در تمدن بشری داشته. همطور که همتون میدونید لباس ما رو در برابر گرما و سرما محافظت میکنه، از گزنده حشرات محافظت میکنه و همینطور میتونه پوست ما رو محافظت بکنه، مثلا اگر کفش بپوشیم از رسیدن خاک، از فرو رفتن سنگ درش و در نهایت ما رو مسئول میداره. با پیشرفت و تکنولوژی و فناوری‌های نو، لباس‌ها یا پوشاک‌ها کمی تخصصی‌تر شدن و در واقع پوشاک‌های خاصی هم ساخته شد، مثل لباس‌های آتش‌نشان‌ها، مثلا لباس فضانوردی، مثل لباس غواصی. امروز لباس‌هایی وجود داره که انسان‌ها رو در برابر بخارهای سمی مواد شیمیایی محافظت می‌کنه، در برابر پرتوهای خورشیدی محافظت در مقابل پرتوهای رادیواکتیو محافظت میکنن. البته لباس‌ها در برابر پرتوهای خورشیدی هم محافظ هستن و به طور تخصصی این لباس‌ها در واقع ساخته میشن که شما اونها رو میتونید چند نمونهش رو در شکل 2 صفحه 98 ملاحظه بفرمایید که لباس غواصی، لباس فضانوردی و لباس آتش نشانی رو براتون گذاشتم. و همطور در شکل بالا میتونید ببینید که پوشش هایی که برای حفاظت بدن در برابر عوامل محیطی به کار برده شدن چیا هستن. در یک قسمت از این عکس ماهیگیران رو میبینید که در آب رفتن و خب مسلماً چکمه ها و لباس های ضد آب پوشیدن، پوشاکشون از نوع ضد آب هستش. شخصی رو میبینید که بعد رفت خورما داره بالا میره، یک محافظی رو دور کمرش بسته که در واقع سقوط نکنه از روی درخت. یا شخصی رو میبینید که داره کشاورزی میکنه، کلاهی رو بر سر گذاشته که مانع تابش پرتوهای خورشیدی بر سر و صورتش بشه. و همینطور یک زنبوردار رو میبینید که با کلاه خاص خودش صورت و بدنش رو در برابر نیش حشرات، نیش زنبورها محافظت کرد. بسیار خوب، همونطور که گفتیم انسان‌ها در گذشته لباس خودشون رو عمدتاً از پشم و پوست و موی حیوانات تهیه می‌کردن، اما با رشد جمعیت دیگه این روش‌های سنتی پاسخگوی در واقع نیاز بشر به پوشاک نبود و یواش یواش صنایع نساجی شکل گرفتن. صنایع نساجی در واقع رشدشون و پیشرفتشون وابسته به تأمین الیاف مورد نظر اونها هستش. خب ببینیم الیاف چی هست. بچه‌ها الیاف جمع کلمه لیف هستش و لیف به معنی تارهای نازکی هست با قطر کم و طول زیاد که توانایی تنیده شدن در همدیگه، تابیده شدن در همدیگه رو داره و از طرف این تارها بسیار مستحکم هستن، انعطاف پذیرن، بعضن قابلیت جذب آب دارن و بعضن مقاومت حرارتی بالایی هم دارن. وقتی که این لیف ها در همدیگه تنیده میشن، الیاف رو به وجود میارن. الیاف ماده اولیه صنایع نساجی هستش و همونطور که در خودرو بیازمایی به صفحه 99 میتونید نگاه کنید که البته شما خواسته که این خودرو بیازمایی رو کامل بکنید، پنبه یکی از اون الیافه که به عنوان ماده اولیه صنایع در واقع نساجی استفاده میشه. بعد این الیاف رو تبدیل به نخ میکنن. حالا نخ چیه؟ نخ ها الیاف در هم تنیده هستن، یعنی حالا مجددن الیاف ها رو با کش دادن و موازی کردن در همدیگه میتنن و چی تولید میکنن؟ نخ تولید میکنن. سپس نخ تولید شده به کارخانه های بافندگی میره و از اون پارچه خام تهیه میشه. پارچه خام بچه یک لایه انعطاف پذیر هستش که در واقع از شبکه‌ای از نخ‌ها تشکیل شده. پارچه خام رو سپس فراوری می‌کنن تا به پارچه آماده برای خیاطی تبدیل بشه. فراوری یعنی چی؟ فراوری یعنی تبدیل ماده اولیه به یک کالایی که مورد استفاده باشه. در اینجا پارچه خام ماده اولیه است و
پارچه رنگ‌آمیزی شده طرح و نقشدار میشه کالای فرآوری شدن. سپس این پارچه وارد قسمت دوزندگی میشه و به لباس تبدیل میشه. این صحبت هایی که کردم در خودروی آزمایی صفحه 99 بود که شما میتونید تکمیلش کنید. قسمت پنبه رو بنویسید الیاف، الیاف با ریسندگی تبدیل به نخ میشن، نخها تحت عمل بافندگی تبدیل به پارچه میشن، سپس پارچه خام با فراوری تبدیل به پارچه آماده استفاده میشه و سپس پارچه آماده استفاده با دوزندگی تبدیل به لباس میشه. خب برگردیم به صحبت الیاف. گفتیم که الیاف ماده اولیه صنایع نساجی هستند و رشد و پیشرفت این صنعت در گروی تأمین الیاف. اما آیا الیاف طبیعی جوابگوی نیاز بشر هستند؟ مسلماً خیر. با رشد جمعیتی که در واقع جهان داشته و تعداد جمعیت زیاد شده، دیگه الیاف طبیعی یعنی الیافی که از طبیعت به دست میاد پاسخگو نیستن. پس انسان‌ها و به ویژه شیمیدان‌ها با استفاده از مواد نفتی و در صنایع پتروشیمی رفتن به سمت تولید الیاف مصنوعی. پس حرفامونو خلاصه کنیم، الیاف به دو دسته تقسیم میشن: الیاف طبیعی، الیاف ساختگی یا مصنوعی. الیاف طبیعی در طبیعت وجود دارد و ساخته دست بشر نیستند. مثل سلولوز، مثل پنبه، البته پنبه خودش از الیاف سلولوزی تشکیل شد، و الیاف ساختگی، الیافی هستند که انسان اونها رو ساخته بر پایه نفت. پس میگیم الیافی که ساخته دست بشر هستند با استفاده از واکنش‌های شیمیایی در شرکت‌های پتروشیمی بر پایه نفت و مواد نفتی ساخته شدند. خب به این ترتیب پس الیاف رو به دو دسته تقسیم کردیم. الیاف مصنوعی مثل چی؟ مثل پلی استر، که حالا راجع بهش صحبت میکنیم، البته در درس‌های آینده ساختمانش رو میخونیم. بچه ها در سال 2014 میلادی حدود 100 تن الیاف در جهان تولید شده که از این 100 تن با توجه به نموداری که شما میبینید حدود 70% در شکل نمودار یک رو میبینید و نمودار دایره یک کنارش رو در صفحه 92. حدود 70% الیاف الیاف مصنوعی بودن و حدود 30% رو الیاف طبیعی تشکیل میداد. حالا اگر به نمودار یک دقت بکنید میبینید که این نمودار بر اساس سالهای 1980 تا 2020 رسم شده و سه نوع در واقع الیاف پشمی، الیاف پنبه‌ای و پلی استر رو داره به شما نشون میده. اگر دقت بفرمایید میبینید که در فاصله این سالها تولید پشم تغییر نکرده و حدود همون صفر بوده، در واقع نزدیک به صفر. پنبه با یک شیب ملایمی افزایش پیدا کرده و اگر به نمودار خوب دقت کنید میبینید که از محدوده سالهای 1980 تا 2000 میزان تولید پنبه بیشتر از پلی‌استر بوده، ولی پنبه به همین ملایمت در واقع افزایش پیدا کرده تا سال 2020. ولی از فاصله سالهای 2000 به بعد میبینیم که شیب منحنی پلی‌استر به شدت افزایش پیدا کرده، یعنی در سالهای اخیر، دو دهه اخیر، در واقع میزان پلی‌استر بسیار بیشتر از
پنبه و پشم بوده. و اگر دقت بکنید در همون سال 2014 که خدمتتون عرض کردم 70 میلیون تن از 100 میلیون تن الیاف مصنوعی بوده، از این 70 میلیون تن حدود 50 میلیون تنش مربوط به پلی استرها هستش. پس میتونیم بگیم پلی استرها در واقع پرتولید ترین یا بیشتر از همه الیاف دیگه میتونیم بگیم که چی میشن؟ تولید میشن در جهان. و اگر نگاه بکنید در انتهای این نمودار میزان تولید پلی استر نسبت به پنبه 3 برابر شده، یعنی پلی استر در سال 2020 حدود 75 میلیون تن هستش، در حالی که در 2020 تولید پنبه حدود 25 میلیون تن هست. پس دقت بفرمایید به این نمودار که در ابتدا در فاصله سال 1980 تا 2000 تولید پنبه بیشتر از پلی استر بوده، بعد از اون تولید پلی استر افزایش پیدا کرده و این افزایش همینطور با شیب تند ادامه داشته تا جایی که ما در سال 2020 می‌بینیم توی این نمودار که در واقع میزان تولید پلی استر بیشتر از پنبه است و حدود 3 برابر پنبه هستش. امیدوارم به عنوان این نکته یادداشت کنید. و در قسمت دیگه این نمودار دقت داشته باشید که تا حدود سال 2000 هم تو که خدمتون عرض کردم و 2005 حتی در واقع مقدار تولید پنبه تا 2000 بیشتره، از 2000 تا 2005 دو منحنی بر هم منطبقن، این تقریبا با هم دیگه برابر هستن، از 2005 به بعد یک دفعه شیب منحنی پلی استر زیاد شده و بر مقدار پنبه پیشی گرفت. خب در این صفحه خود را به آزمایش رو که توضیح دادیم، دو نمودار رو هم که گفتیم، میریم به صفحه 100. همونطور که گفتیم الیاف ساختگی الیافی هستن که در طبیعت یافت نمیشن و شیمیدان ها بر پایه مواد نفتی با استفاده از واکنش های شیمیایی اونها رو در کارخانه های پتروشیمی تولید میکنن که یکی از مهمترین هاش همونطور که گفتیم پلی استر، مثال دیگه که میتونیم برش بزنیم نایلون ها هستن. حالا میخوایم ببینیم که این الیاف آیا فقط در لباس کاربرد دارن؟ نه بچه‌ها، اینطوری نیست. حتی در ظروف نشست کاربرد دارن، در ظروف یک بار مصرف پلاستیکی کاربرد دارن، در فرش، پرده، در همه اینها ما از این الیاف استفاده میکنیم. پس فقط صرف تولید پوشاک نیست و الیاف کاربردهای دیگری هم داره. خب حالا برای اینکه ما بیشتر باز با این صنعت و الیاف و اینها آشنا بشیم، باید ساختار این الیاف رو بشناسیم. برای اینکه وارد این معموله بشیم، میایم و مواد مولکولی رو که شما در شیمی سال دهم خوندید یه یادآوری روش داریم. مواد مولکولی بچه‌ها به موادی میگفتیم که از ذراتشون مولکوله، یعنی از مولکول‌های کوچک جدا جدا از هم دیگه ساخته شدن، مثل آب H2O، مولکول های H2O از مولکول های H2O دیگر جدا هستن، یا CO2، SO2، این ها مواد مولکولی بودن. حالا مواد مولکولی بچه ها میتونه مولکول هاش درشت باشه، یعنی از تعداد زیادی اتم تشکیل شده باشه، جرم مولی بالا داشته باشه که ما به اون میگیم درشت مولکول، و میتونه در واقع از مولکول های کوچکتر تشکیل شده باشه، مثل همون آب و سی او دو اینها که عرض کردم خدمتتون که میشن کوچک مولکول ها. پس ما مولکول ها رو بر این اساس تقسیم میکنیم که بر اساس جرمشون و اندازشون، درشت مولکول و کوچک مولکول. خب درشت مولکول ها بچه ها همونطور که گفتم جرم مولیشون زیاده و در واقع از تعداد زیادی اتم تشکیل شدن. درشت مولکول ها نسبت به کوچک مولکول ها جرم مولی بیشتری دارن چون اتم هاشون بیشتره. و باز یه یادآوری از سال دهم داشته باشیم بچه ها، و اون این بود که نیروهای بین مولکولی یکی از عواملی که روش تأثیر داره جرم مولیه. پس همینجا میتونیم نتیجه بگیریم که چون جرم مولی درشت مولکول ها بیشتر از کوچک مولکول هاست، میتونیم نتیجه بگیریم نیروهای بین مولکولی در درشت مولکول ها بزرگتر از نیروهای بین مولکولی
در کوچک مولکول هست. خب از اونجایی که جرم مولی زیاد دارن غالبا اینها جامد هستن، نیروی بین مولکولیشون قویه، پس غالبا حالت جامد رو پیدا میکنه. خب بچه اگر به کتاب مراجعه بکنید راجع به پنبه یه توضیحاتی داده، گفته پنبه یکی از الیاف طبیعی هستش که خودش از الیاف سلولوز تشکیل شده. بچه ها حالا سلولوز چیه؟ شما همگی مولکول های گلوکوز رو میشناسید با فرموله، اجازه بدید من این اسمت رو پاک کنم. با فرموله C6H12O6 که ساختاری به این شکل داره. می‌بینید در ساختار گلوکوز ما 5 هیدروژن متصل به او داریم، یعنی در واقع 5 گروه OH داریم. پس این گلوکوز اولا قادره که پیوند هیدروژنی برقرار بکنه، به این نکته توجه کنید، چون که هیدروژن‌های متصل به اکسیژن داره و از طرفی میتونه در واقع به گلوکوزهای دیگه وصف بشه و همونطور که شما در شکل 3 صفحه 100 ملاحظه میکنید با قرار گرفتن یک اکسیژن بین دو مولکول گلوکوز، مولکولهای گلوکوز به هم دیگه متصل شدن و به صورت خطی و یک زنجیره صاف به هم دیگه متصل هستن. پس سلولوزها از مولکولهای کوچک گلوکوز ساخته شدن، پس خودشون یک درشت مولکول حساب میشن. درشت مولکول ها میتونن از مولکول های کوچکتری که به هم متصل شدن به وجود اومده باشن، البته میتونن از اتم های زیادی هم به وجود اومده باشن، ولی در مورد سلولوز، سلولوز در واقع درشت مولکولی هستش که از مولکول های کوچکتر گلوکوز ساخته شده و همونطور که دوست دارم به شکل دقت کنی از طریق اکسیژن در واقع دو گلوکوز به هم دیگه متصل هستن. خب حالا پس سلولوز متوجه میشیم که یک مولکول، یک درشت مولکول بزرگ هستش، جرم مولی زیاد داره و در واقع ما نمیتونیم جرم مولی دقیقش رو هم محاسبه بکنیم. درشت مولکول ها رو ما شما نمیتونیم جرم مولی دقیق براشون حساب بکنیم، چون که تعداد در واقع واحدهای سازنده شون، یعنی مولکول های سازنده یا اون اتم های سازنده شون دقیقا مشخص نیست و حدودی در واقع مقدار جرم مولی اونها رو حساب میکنن که همونطور که در حاشیه کتاب آیا میدارید میبینید گفته که میتونه جرم مولی سلولوز حدود 487,000 گرم مول باشه، یعنی یک مولش 487,000 گرم جرم داشته باشه و این البته یک عدد تقریبی هستش. خب پس اگر خواسته باشیم جمع‌بندی بکنیم، پنبه یکی از الیاف طبیعیه که از الیاف سلولوزی تشکیل شده، سلولوز خودش از مولکول‌های گلوکوز که به صورت خطی و صاف به هم متصل شدن در واقع به وجود اومد. بچه‌ها بیش از نیمی از پوشاکی که در جهان تولید میشه از پنبه هستش. خب شاید الان تناقض براتون پیش بیاد که ما تو صفحه قبلی گفتیم که تولید پلی‌استر بیشتره و از سال 2000 به بعد میزان تولید پلی‌استر افزایش پیدا کرده، از چه اینجا داریم میگیم بیش از نیمی از پوشاک جهان رو پنبه در واقع به وجود آورده؟ دلیلش اینه که بچه ها پلی‌استرها فقط در لباس کاربرد ندارن، البته پنبه، پلی‌استرها کاربردهای دیگری هم غیر از تولید لباس دارن و همینطور پنبه هم به همین صورت کاربردهای بسیار دیگری غیر از تولید لباس داره که به کاربردهای دیگه اون مثل رویه مبل، پرده، گاز استریل، تور ماهیگیری و اینها اشاره شده.
پس نیمی از لباس‌های تولیدی جهان از الیاف طبیعی پنبه ساخته شده. بله. و نکته دیگه توی این صفحه من نمی‌بینم که براتون تذکر بدم، میریم سراغ صفحه 101 که با هم بیاندیشین خیلی مهم داره که امیدوارم که اتاقات رو جلوتون باز باشه و تصاویر رو به خوبی ببینید. یکی از در واقع نکته‌هایی که با معرفی کرده بچه‌ها نشاسته است. نشاسته هم یک درشت مولکوله و دقیقا مثل سلولوز اون هم از گلوکوز ساخته شده. اما پس چرا نشاسته خواص خودش رو داره و سلولوز خواص دیگری داره؟ به خاطر اینکه نحوه اتصال مولکول‌های گلوکوز در نشاسته با نحوه اتصال مولکول‌های گلوکوز در سلولوز متفاوته. در نشاسته مولکول‌های گلوکوز به صورت مارپیچ به هم دیگه متصل شدن که در شکل میتونید ببینید، ولی در شکل سلولوز همونطور که اشاره کردم به صورت خطی به هم دیگه متصل شدن. خب از همینجا میتونیم بفهمیم که نشاسته هم درشت مولکول هستش و این درشت مولکول از مولکول‌های کوچک گلوکوز ساخته شده. در این شکل همینطور مولکول‌های آب رو به عنوان یک ماده مولکولی براتون معرفی کرده که میبینید همتون ساختار آب رو بلد هستید، ساختار فضا پرکنش رو هم البته کتاب کشیده که از مولکول‌های H2O ساخته شده. آب هم از اون موادیه که همتون میدونید تشکیل پیوند هیدروژنی میده و قراره پیوند هیدروژنی رو اینجا داشته باشید تا بعد یه نکته رو بهش اشاره بکنید. مولکول های نفتالن رو در واقع نشون داده با فرمول C10H8 که شما تو فصل قبلی هم خوندید و مولکول های پروپان رو نشون داده با فرمول C3H8 و پلی اتن رو بچه ها نشون داده که باز وقتی به شکل فضا پرکن پلی اتن نگاه میکنید میبینید که از تعداد زیادی در واقع مولکول تشکیل شده که به هم دیگه اینها وصل شدن. خب حالا یه جدول نمون داده، گفته این جدول رو بر اساس اندازه مولکول، جرم مولی و شمار اتم ها مرتب کنید. بچه ها آب از نظر اندازه مولکولی مولکول کوچیکه، از یه اتم اکسیژن و دو تا هیدروژن تشکیل شده. پس اندازه مولکول آب رو میزنی کوچک یا متوسط. جرم مولیش جزء جرم مولی های کم یا متوسط باید دسته بندیش بکنیم. جرم مولی 16 حتی کم هم هستش. شمار اتم هاش هم همونطور که میبینید آب 3 تا اتم داره، پس شمار اتم هاش هم کم هست. ماده دیگری که معرفی کرده پلی اتنه که شما در صفحات آینده بیشتر با ساختارش آشنا میشید، ولی فعلا با توجه به شکل بالای صفحه شما میتونید ببینید که اندازه مولکولش بسیار بزرگه، جرم مولیش بسیار زیاد هستش و شمار اتم هاش هم زیاد. ماده بعدی پروپانه، همونطور که گفتیم پروپان فرمولش هست C3H8. به طبع یک مولکول کوچک حساب میشه یا متوسط، جزء دسته کوچک یا متوسطه. اندازه مولکول کوچک هستش، جرم مولیش کم یا متوسط محسوب میشه. جرم مولی این 3 ضرب در 12 به اضافه 8 ضرب در 1 36/8 میشه 44 گرم. برد جرم مولی زیادی نیست و شمار اتم هاش هم که 11 تا. ماده بعدی نشاسته گندمه که راجع بهش صحبت کردیم، گفتیم خود نشاسته از مولکول‌های گلوکوزی که به صورت مارپیچ به هم دیگه متصل شدن به وجود اومده. پس نشاسته گندم اندازه مولکولش بسیار بزرگ محسوب میشه، جرم مولی اون بسیار زیاد هستش و شمار اتم‌هاش هم بسیار زیاد. ماده بعدی انسولین هستش که خودش در واقع ستاره هاش رو زده و میخواد شما رو به این نکته حواستون رو جمع بکنه که انسولین هم یک درشت مولکوله، چرا که اندازه مولکولش رو بسیار بزرگ زده، جرم مولیش رو زیاد زده و تعداد اتمش هم بسیار زیاد زده. پس انسولین رو به عنوان یک درشت مولکول به خاطر میسپارید. و آخرین ماده هم سلولوز هستش که سلولوز اندازه مولکول هاش باز
بسیار بزرگه، سلولوز رو تو صفحه قبل دیدید، از گلوکوز های به هم پیوسته به صورت خطی تشکیل شده بود. جرم مولیش رو هم بسیار زیاد در نظر بگیرید و شماره اتم هاش هم به تب بسیار زیاد خواهد. البته جرم مولی ها رو حاشیه کتاب در آیامیدامید هم بهتون داده که مثلا برای کلیته نوشته بوده 10^4 تا 10^8. همطور که گفتم دروش مولکول ها رو ما نمیتونیم جرم مولیشون رو دقیق تعیین بکنیم و حدودی مشخص میکنیم. حالا بچه ها بعد از اینکه به در واقع ادامه این با هم بیندشیم بپردازیم، میخواد درشت مولکول ها خودشون رو به دو دسته تقسیم بکنیم. یه سری درشت مولکول ها هستن که واحد های تکرار شونده دارن، یعنی مثلا سلولوز، مثلا نشاسته که همینطور مولکول های گلوکوز کنار هم دیگه قرار گرفته بود، از واحدهای شبیه همدیگه تشکیل شدن و این واحدها مرتبا دارن تکرار میشن. ما به این نوع درشت مولکول ها میگیم پلیمر یا بسپار، که انشاءالله درس جلسه بعدتونه بیشتر راجع به این صحبت میکنیم. و به اون مولکول های سازندش یا اون واحدهای سازندش میگیم مونومر یا تکپار. پس پلیمر یا بسپار درشت مولکول هایی هستن که چی؟ که از واحدهای تکرار شونده به وجود اومد و به اون واحدهای تکرار شونده شون میگیم مونومر یا تکپار. اما درشت مولکول هایی هم هستیم داریم که در واقع اینها واحد تکرار شونده ندارن. پس میتونیم بگیم هر پلیمری درشت مولکول هست، ولی هر درشت مولکولی لزوماً پلیمر نیست. خب حالا در قسمت پی گفته که به دسته از ترکیب های جدول درشت مولکول میگوید. این مفهوم را در یک سطر بیان کنید. دیگه الان همه تون میتونید تعریف بکنید. درشت مولکول ها مولکول هایی هستند که اتم های سازنده بسیار زیاد دارند. اندازه مولکول هاشون بسیار بزرگه و جرم مولی بسیار زیاد دارند. پس درشت مولکول ها بار دیگه می نویسیم. مولکول هایی با جرم مولی زیاد، تعداد اتم های زیاد هستند. خب و اندازه مولکول هاشون هم زیاد هستش، بزرگ هست. این ویژگی درشت مولکول ها که در قسمت ب بهش جواب بود. حالا در قسمت پ گفته درشت مولکول های جدول صفحه قبل که چیا بودن درشت مولکول هاش؟ یکی تفاوتشون از نظر نوع اتم های سازنده میتونه باشه. مثلا در ساختار پلی اتن اکسیژن وجود نداره، ولی در ساختار نشاسته اکسیژن وجود داره. ساختارشون میتونه متفاوت باشه، میتونه به صورت زنجیری باشه، میتونه به صورت حلقه باشه و واحدهای تشکیل دهنده شون هم متفاوت هستن که در مورد سلولوز مولکول های گلوکوز هستن و در مورد پلی اتن خواهید خوند که واحدهای سازندش در واقع مولکول های اتن هستش که واحد سازندش با سلولوز یا نشاسته متفاوت. پس این هم از تفاوتش. بعد گفته که در کدام مولکول ها بخش هایی هست که در سر تا سر مولکول تکرار شده، باز میشه سلولوز و پلی اتن چون دارای واحد تکرار شونده است. سلولوز و نشاسته پلیمر یا بسپارن که توضیحش رو دادیم. با توجه به ساختار اونها پلیمر رو تعریف کنید. بار دیگه پلیمر رو تعریف میکنیم. پلیمرها درشت مولکول هایی هستند، یعنی از دسته درشت مولکول ها که دارای واحد تکرار شوندند، به واحد های تکرار شوندهش ما
مونومر گفته می شود. بسیار، این هم از تعریف پلیمر و مونومر. در قسمت جیم گفته پیشبینی کنید نیروی بین مولکولی در کدام دسته از مواد قوی تره. خب توی این موادی که ما خوندیم بهتر نیروی بین مولکولی در درشت مولکول ها قوی تره، یعنی در نشاسته و پلیتن قوی تر ازش. اما بین اون سه تا ماده دیگه هم خوبه یک در واقع مقایسه ای انجام بدیم، بین آب مثلا و پروپان. گفتم حواستون باشه که آب چی داره؟ پیوند هیدروژنی داره. پس نیروهای بین مولکولی آب قوی تر از نیروهای بین مولکولی پروپان خواهند بود و همطور نیروهای بین مولکولی آب از نفتالن هم قوی تر هستش به دلیل وجود پیوند هیدروژن. خب در پایان در واقع این قسمت بعد از با هم بیندشین اومده و مجدد ترکیب‌های مولکولی رو براتون معرفی کرده، ترکیباتی که واحدهای سازندشون مولکول‌ها هستن، مثال‌هایی زده مثل CO2، BR2، CH4، H2، آمونیاک و غیره. همونطور که گفتیم این مولکول‌ها کوچکن، واحد سازندشون اتم‌ها هستن، در نتیجه جرم مولی اتم‌های کمی هستن، در نتیجه جرم مولیشون کم تا متوسط هستش، در حالی که برخی از مولکول‌ها از تعداد اتم‌های بیشتری تشکیل شدن، جرم مولی نسبتاً زیاد دارن که بهشون گفتیم درشت مولکول، مثل سلولوز، نشاسته، پروتئین موجود در پشم حیوانات و همینطور در ابریشم که در این قسمت توضیح داده. مولکول‌های دیگری هم داریم که در واقع درشت مولکول‌های پلیمری هستن، مثل نایلون، مثل تفلون، مثل پلی اتیلن، البته در صفحه قبلی هم گفته بود. اینها رو انشاءالله با قسمت‌های بعدی که مربوط به پلیمر شدن هست بهتون معرفی خواهیم کرد و شما فرق خواهیم گرفت. امیدوارم که در واقع این جلسه براتون مفید بوده باشه. آن در ضمن یه نکته رو فراموش کردم بگم، جز تفاوت‌های سلولوز و نشاسته رو هم بدونید در این فصل می‌خونید که سلولوز سرعت تجزیهش بسیار پایینه، در حالی که نشاسته سرعت تجزیهش اینطور نیست، یعنی سریع. شما وقتی یه مقداری نون میخورید در انتهای دهنتون احساس شیرینی میکنید. چرا این اتفاق میفته؟ چون در واقع مولکول‌های نشاسته نون دارن تو دهن شما تجزیه میشن و به گلوکز تبدیل میشن، پس سرعت تجزیه نشاسته خیلی بالاست، در حالی که سرعت تجزیه سلولوز خیلی کم هستش. این رو هم میتونید به عنوان تفاوت بین این دوتا بدونید و دلیلش هم برمیگرده چی؟ ساختار. همونطور که در شیمی دهم خوندید ساختار ماده تعیین کننده خواص و رفتار ماده هستش. پس با وجود این که سلولوز و نشاسته واحدهای سازنده یکسان دارن، اما چون ساختار متفاوت دارن در واقع خواصشون هم متفاوت خواهد شد. درستتون رو تا سر پلیمر شدن گفتیم، امیدوارم که این جلسه براتون مفید بوده باشه و براتون آرزوی موفقیت، صحت و سلامت در کنار خانواده محترمتون دارم.